کردم رو در وبسایت ای سمینار آپلود کردم، میتونید استفاده کنید. ان شاءالله به زودی هم چیزها قرار میگیره، عرض شود که ویدیوها قرار میگیره که بتونید دانلودش بکنید. ضمناً ازتون یه تقاضا هم دارم، حتما به صفحه ای سمینار مراجعه کنید. یه قسمتی داره در مورد ارزیابی مدرس که حالا تو حوزه‌های مختلف اومده بررسی کرده. خیلی واقعی میخوام، اصلا نمیخوام چون اونجا دیگه برام مشخص نیست، هر کسی رأیش میده میره، میخوام اون واقعیتی که از این دوره داشتین رو حتما امتیاز بدین، چون این کمک میکنه که کسان دیگه که میخوان دوره های مشابه منو شرکت کنن نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنن، بدونن داستان از چه قراره. بزن زمان این که برای من هم یه فیدبک خوبیه، اصلا از این مورد مضایقه نفرمایید که به صورت دایرکت به من پیامتون رو بدین که مثلا ما با شفر اینجاهاش خوب بود، اینجاهاش بد بود، یا نه اگر اینجاهاش این تغییر رو توش بدیم میتونه کلاس رو جذابتر بکنه، یا ایناش زیادی بود ایناش کم بود. اینا به من خیلی کمک میکنه. ممنون میشم که حتما این کار رو انجام بدید و این کمک میکنه که من هم بتونم تو حوزه آموزش موفقتر بشم. ضمناً بازم تاکید کنم حتما اون امتیازدهی رو انجام بدید، چون جلسه بعدی جلسه آخره و اینکه دیگه ما این فرصت رو به این صورت وبیناری نخواهیم داشت. ممنون میشم حتما این کار رو انجام بدید و برگردیم به فصل پنجم. من اینا رو یه موقع جابجاش کردم که بتونیم یه رول و قشنگ انجام بدیم، با هم بریم جلو. در خصوص وچرا، آیا از دوستان کسی هست که مایل باشه یه توضیحی به ما بده از تفاوت بین اصلا تعریف وچر و استیبل کوین رو بگه؟ عملا تفاوت این دوتا رو گفته دیگه. کسی از دوستان هست که بخواد توضیحی بده؟ میکروفونش رو باز کنم که بتونیم صدای دوستمونم ضبط بشه اینجا که بمونه برای دوستانی که میخوان بعدا مراجعه کنن. اگر هندروید بزنید که من اینجا بتونم میکروفونتون رو باز کنم. درخواستتون رو بفرستید من میکروفون رو باز کنم. ممنون. خدمتتون که یه بار فکر کنم راجع به این صحبت کردیم، استیبل کوین ها در حقیقت همون کوین هایی بودن که ارزش دلاری یا ارزش حالا بین المللی اون دارایی ما رو حفظ میکردن برای جابجا کردن زمان های خرید. زمانی که ما نمیخوایم روی خرید حالا ارزهای دیجیتال باشیم، میتونیم با این استیبل کوین ها ارزش داراییمون رو حفظ کنیم. مورد وچر هم من اگه اشتباه نکنم همون کارت هدیه‌ای بود که مثال زدید، اگر اشتباه نکنم. من تا اینجا حضور ذهن دارم. بسیار هم عالی، ممنون از توضیحاتی که دادین. عرض شود که دوست دیگه ای هست که بخواد توضیحات تکمیلی بده؟ از دوستان کسی دیگه ای هست که بخواد توضیح بده؟ من میکروفون رو باز کنم. بسیار عالی. بله، توضیح که آقای جوادی پور دادن توضیح کاملی بود در این خصوص که ما توی وچر عملا مثل کارت هدیه میمونه که شما از بانک میخرید به کسی هدیه میدین، یا کارت هایی که برای خرید دیدین که مثلا بچه‌هایی که آنلاین دارن بازی انجام میدن، بازی کامپیوتری انجام میدن، از اینا استفاده میکنن، یا اینکه نه شما از اپ استور میخواین
چیزی رو خریداری بکنید، احتیاج به این دارین که از اینها استفاده بکنید، از این وچرها، و به نام خود همون سازمان هم هست، یا بخواید توی امتحانی ثبت نام کنید که مثلا همون وچر خودشونو دارن که شما میتونید. من یه لحظه کانکشنم کامل قطع شد، حالا نمیدونم این مشکل روی این پلتفرم ادوبی کانکت بود یا اینکه مشکل از جای دیگه بود. من داشتم توضیح در مورد استیبل کوین ها میدادم و وچر، و توضیحی که دوستمون ارائه کردن در مورد تفاوت اینها رو توضیحش کافی بود. وچرها شبیه همین کوپن هایی میمونن که شما مثلا برای خرید اکانت نتفلیکس میتونید خرج بکنید یا خیلی چیزهای دیگه. استیبل کوین ها دقیقا برای زمانی که شما میخواین تیک پروفیت کنید یا استاپ لاس کنید، یعنی میخواین ارزتون رو تبدیل کنید به یه کریپتوکارنسی، رو تبدیل کنید به یک استیبل کوینی مثل USDT، دلار تتر، که تا اینجا مثلا سود رو بپذیرید، شناسایی سود بکنید، یا بگید نه ضرر بستی که اشتباه خریدم دیگه، از این بیشتر نمیخوام ضرر کنم. حالا بحث وچر چیه؟ ببینید مثل کوپن هایی هستن که امکان خرید و بستر اینترنت رو دارن، انواع مختلفی داره که با هم خواهیم دید، معادل ارزهای رایج فیات هستن، پول فیاتی که ما هم تعریفش دیدیم جزء جلسات اول، جلسه دوم هست، قابلیت ذخیره سازی و تبدیل و خرج کردن داره، یعنی شما میتونید این وچری که گرفتین رو نگه دارید یا ببرید یه جایی توی سایت های اصلیشون اونجا ذخیره کنید، بعد کوپن های تیکه تیکه جدا بگیرید. خیلی کار پیچیده نیست. کاربرد بیشترش برای کریپتوکارنسی زمانی بود که شما یه ارزی رو، خیلی قدیما که اصلا این صرافی ها نبود، یا مثلا یه سری گروه های تلگرامی بود و یه خورده یا گروه های وایبری بود که خیلی خطرناک بود، بعد میرفتی ریسک رو میپذیرفتی، یا اینکه میخریدی میبردی با صرافی خارجی از طریق اون بست اکسچنجی که براتون توضیح دادم وبسایتش رو، بهترین قیمت رو پیدا میکردی، خریدت انجام میدادی. ببخشید. کاربرد و محلهای مصرف مختلفی دارن، تو سایت های مختلف استفاده میشه، کارمزد خرید و فروش دارن اینها، مثل سپرده بانکی داره یه شماره ردیابی هم هستن، یعنی یه سریاله، و بعضا هم اگر دیپوزیتش کنید تو سایت خودشون در سال یه سودی به شما پرداخت میکنه. یکی از نمونه های مطرحش پرفکت مانی هست، این هایپر لینک بعدا میتونید روش کلیک بکنید وارد سایتش بشین، حالا با هم نگاه هم خواهیم کرد. یه اکانت باید بسازیم، مراحلش اینه، یه اکانت نامبر بهتون میده، امکان ترانسفر پول دارید، و اینکه یه هزینه رو از بابت این کار ازتون میگیره رو پرفکت مانی. وب مانی هم همین شرایط رو داره، و مقایسه این دوتا جالبه که توی پرفکت مانی دلار یورو طلا میتونید پوشش بدین، تو وب مانی دلار یورو روبل طلا بیت کوین، و اینکه سقف موجودی داره مثلا 15,000 وب مانی میتونید توش ذخیره بکنید، کارمز 8 صدم درصدی داره، ولی در صورتی که 8 درصدی داره که حالا 8000 میشه، و اینجا هم کارمز 0.5% داره توی پرفکت مانی. اعتبار وب مانی بیشتر از پرفکت مانیه، اما پرفکت مانیه خب خیلی راه دست‌تره به خاطر فارسی بودن سایتش. ما بریم سراغ این وبسایت با هم یه نگاهی بهش بندازیم. شما سایت پرفکت مانی رو میتونید روی صفحه خودتون بالا بیارید. دوستانی که تو کلاس حضور دارن، آیا روی لینک پرفکت مانی بزنن وبسایت میاد بالا؟ به اینکه حالا مثلا این وبسایت الان مشکل داره.
میاد بالا برای صفحات شما، پس آن نمیشه. یه بار دیگه من سعی میکنم این پرفکت معنی، شاید حالا تو اسپلش من شاید اشتباه داشتم. خب این وب مانیه، میگه روزانه چه ادعای بزرگی هم میکنه، روزانه 10,000 نفر داره ثبت نام میکنه، بیش از 100,000 تا مرچند محل مصرف وب مانی وجود داره. گوگل پلی و اپ استور میتونید ازش استفاده کنید. 42 میلیون یوزر در سراسر دنیا داره و حالا دیگه تکرار میشه این، و خیلی قشنگ شما میتونید تو حوزه شخصی و کسب و کاری ازش استفاده بکنید و خیلی راحت میتونید پلتفرمش رو، همین وبسایت دیگه، ازش استفاده بکنید برای رجیستر کردن، ساین اپ. پرفکت مانی هم اومد بالا، نمیدونم چرا، بعضی موقع پیش میاد دیگه. ببینید اینجا روز زبانش هم، حالا این یه حال بهتری به ما داده به ایرانی ها. این داستان بیل و کلنگه بود. ببینید طرف رفته سراغ سایت پرفکت مانی که میدونسته کلی ایرانی ها دارن ازش استفاده میکنه، بهش پیشنهاد داده که من سایت تو فارسی میکنم. شما هم میتونید دیگه، ساده ترین کارش اینه دیگه، از این قابلیت استفاده کنید. من سایت تو مثلا برات فارسی میکنم، یا پی دی اف تو مثلا معرفی سایت، نمیدونم این پرزنتیشن ها، اینا رو هم برات میتونم فارسی بکنم، یا هر زبان دیگه که بلد هستید و بیاین ازش استفاده کنید برای یه گین دیگه. این همه 34,000 خورده پلتفرم های چیز بود دیگه، یا اون همه توی